شیخ محمد خیابانی، صدایی برای استقلال و آزادی. شیخ محمد خیابانی سال 1259 شمسی در خامنه از توابع شبستر به دنیا آمد. بعدها به تبریز آمده و مدتی در مدرسه طالبیه تبریز به تحصیل پرداخت. زندگی خیابانی پس از پیروزی انقلاب مشروطه در سال 1285 شمسی با تأسیس انجمن ایالتی در تبریز وارد مرحله تازه‌ای گردید و در جریان محاصره تبریز در دفاع از شهر نقش مهمی ایفا کرد. در زمان خیابانی اوضاع ایران به خاطر دخالت‌های خارجی از جمله روسیه، انگلیس و آلمان آشفته بود. پس از خلع محمد علی شاه از سلطنت، خیابانی در 30 سالگی به عنوان نماینده مردم تبریز راهی دوره دوم مجلس شورای ملی شد. اولین حرکت سیاسی خیابانی مخالفت با التیماتوم روسیه در مجلس دوم طی یک نطق بلند یک ساعته بود. او پس از قبول التیماتوم توسط دولت و تعطیلی مجلس در سبز میدان تهران جلسه‌ای برگزار کرد و بلافاصله برای فرار از دستگیری توسط وثوق الدوله به خراسان رفت. در 6 سال ایام فترت مجلس مشغول تجارت شد و با تاجگذاری احمدشاه به تشکیل مجالس ادبی و فلسفی مشغول شد و طی این جلسات گروه‌هایی را به دور خود جمع کرد. در ماجرای اشغال تبریز توسط عثمانی از مخالفان اشغال ایران به دست قوای خارجی بود و مدتی توسط قوای عثمانی در ارومیه زندانی شد. شیخ محمد خیابانی احیای آزادی را گام نخست برای ایجاد تحولات در ایران و بیرون راندن نیروهای خارجی می دانست. اما راه رسیدن به آزادی را نه در مذاکره بلکه در جنبش مسلحانه می دانست. از این رو بعد از قبول قرارداد استعماری 1919 از سوی وثوق الدوله در تبریز قیام کرد. قیام خیابانی از روز 17 فروردین 1299 شمسی در تبریز آغاز شد. طی دو روز نهادهای دولتی تبریز به تصرف انقلابیون درآمده و شهر از دست دولتیان خارج شد. قیام بیش از 5 ماه ادامه داشت. به فرمان مخبرالسلطنه فرستاده ویژه مشیرالدوله صدر اعظم وقت، قزاق‌ها دست به سرکوب قیام خیابانی زدند. روز دوشنبه 22 شهریور 1299 قیام طی جنگی خونین سرکوب شد و شیخ محمد خیابانی نیز در خانه یکی از دوستانش قهرمانانه به شهادت رسید. شیخ محمد خیابانی در آخرین نطقش چنین گفته بود: ما با اصول رادیکالیسم ایران را تجدید بنا خواهیم نمود. ما میگوییم حاکمیت دموکراسی باید در سراسر ایران جاری باشد. اهالی ایالات و ولایات باید رأی خود را آزادانه اظهار دارند. برای مدافعی این حق آخرین مرحله مردن است و مردن در این راه را ما بر زندگی بی‌شرمانه ترجیح می‌دهیم.